در ساختمانی که بر روی آن نوشته شده بود انا مدینتون ان و علیون بابها به سراغ صندوقچه‌ای رفتیم سنگین و آهنین. از داخل آن کتابی بیرون آوردیم 70 متری به عرض 18 سانتی متر، سبک اما ماندگار. یک نهج البلاغه رو ما به صورت توماری در این مرکز کار شد که خانم مریم سفارا که ایشون الان استاد دانشگاه از زهرا هستند. برای کتابت آن 36 ماه وقت صرف شده. هر روز 7 سطر رو می نوشتن و روز بعد می اومدن اون 7 سطر رو اعراب گذاری می کردن و بعدم هنرمندای ما اینجا تصحیح کردن. در کنار این اثر ارزشمند 34 نهج البلاغه خطی منحصر به فرد جهان هم قرار داشت. ما شاهد یک احیاء مجدد نهج البلاغه هستیم. از هر اثر بی‌نظیر جهان در اینجا 200 نسخه به صورت همانند تولید شده بود. این گمان به وجود نیاد که این چاپ ها شبیه چاپ های دیگری هست. چاپ به تعبیر شادروان استاد ایرج افشار چاپ همانند، یعنی شما وقتی این کتاب ها رو به دست میگیرید احساس میکنید یک نسخه از نسخه خطی نهج البلاغه رو به دست دارید، دقیقاً مانند نسخه اصلی. از سراسر دنیا، از یمن، از شاماد، از عراق، از ایران، از کشورهای مختلف هرچی نسخه های خطی نهج البلاغه تا قرن هشتم بود رو تا تونستین جمع‌آوری کرد. قرار است این نسخه های تهیه شده به کتابخانه های ملی سراسر جهان ارسال و در آن مکان ها نگهداری شود. همه این کارها در این مرکز برای ماندگاری بیشتر نهج البلاغه انجام شده، مثل این بلندترین نهج البلاغه جهان که روی پوست به نگارش در اومده. عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.